با سلام خدمت دوستان، رسیدیم به درس 64 آموزش زبان انگلیسی از روی کتاب اینترچنج اینترو ویرایش پنجم. امروز میخوایم راجع به قیدهای قیود تکرار ادوربز اف فرکانسی با هم صحبت بکنیم و چیزایی رو یاد بگیریم. تا انتهای این ویدیو با من باشین تا قیود تکرار رو یاد بگیریم و تمریناش هم انجام بدیم. اگه از این تیپ ویدیوها خوشتون میاد، لطفاً این ویدیوها رو لایک بکنید، به دوستاتون هم معرفی بکنید، از کانال من سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو هم بزنید که تا به محض اینکه ویدئوی جدید براتون گذاشتم متوجه بشین و بیان ویدئو رو ببینید. خب رسیدیم به صفحه 61 کتاب اینترچنج اینترو و یه بحث مهمی داریم امروز، گرامری هستش. گرامر فوکس ادوربز اف فرکانسی. ادورب یعنی قید و فرکانسی یعنی تکرار. قید تکرار چیا هستن؟ بریم اولین فایل صوتی رو با هم گوش بدیم. Page 61. Exercise 7. Grammar focus. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. خب راجع به قید تکرار میخوام که یه مطلب رو بهتون بگم که راجع به تکرار یه کار یا یه عادتی هستش. خب از 0% داریم تا 100%. چی جوریه؟ always یعنی همیشه. من یک کار رو همیشه انجام میدم، میگیم I always eat breakfast. من همیشه صبحانه میخورم. پس نگاه کنیم، سعنی 100%، یعنی هر روز من صبحانه میخورم. usually یعنی معمولا، حالا یه خورده از اون پایین داریم، اکثر روزا دارم صبحانه میخورم. often یعنی اغلب، اغلب روزا این شکلیه. Sometimes یعنی گاهی وقتا صبحانه میخورم. Hardly ever یعنی به ندرت دارم این کارو میکنم، به ندرت صبحانه میخورم، خیلی کم پیش میاد که صبحانه بخورم. Never هرگز صبحانه نمیخورم. ببینید اینجا سوالی که میکنه، تو سوالی هم از ever میتونه Do you ever have fish for breakfast؟ یعنی هیچ وقت، یعنی شده تا الان که breakfast بخورین، ببخشید ماهی واسه breakfast بخورین صبحانه؟ Do you ever? Yes, I always do. آره همیشه میخورم. Sometimes I do. No, I never do. این I never وقتی میاد دیگه منفی نمیشه اینجا، چون خودش never به تنهایی منفی میکنه، پس نمیگیم no I never don't، نه I never do، بخاطر اینکه خود never مثل not داره جمله رو منفی میکنه. پس به ترتیب ببینید، از نظر تعداد دفعات و تکرار از 100% تا 0%، وقتی میگیم never یعنی هیچ وقت، 0% اتفاق میفته، always یعنی همیشه. بعد این بازدار هم بیاتون never، hardly ever، sometimes، often، usually، بعدش هم always. حالا گرامر فوکس که صفحه 140 هستش رو بریم با هم دیگه بخونیم و تمرینش رو انجام بدیم. Adverbs of frequency usually go before the main verb. یعنی چی؟ یعنی این قیود یا قید تکرار همیشه، یعنی بخشید معمولا قبل از فعل اصلی میاد. Always, almost, always, usually, often. Almost always یعنی تقریبا همیشه. Sometimes, hardly ever, almost never تقریبا هیچ وقت و never. مثلا میگیم she never eats breakfast. بعد نگاه کنید never قبل eat اومده. I almost always have tea in the morning. من تقریبا همیشه صبح چای میخورم. Sometimes can also begin a sentence. حالا در مورد sometimes
sometimes میتونه یه وقتی جمله رو هم شروع بکنه. به جایی که بگه I sometimes eat broccoli میتونه بگه sometimes I eat broccoli. همین اول میگه که rewrite the conversation. این conversation رو rewrite کنی. Write یعنی نوشتن، rewrite یعنی مجددن بنویسی. یعنی از اول بنویسی یه جور دیگه بنویسی. Add the adverbs in the correct places. و قید ها رو توی مکان درستش قرار بدی. مثلا چجوری؟ Where do you have lunch؟ کجا لانچ میخوریم؟ نهار میخوریم. میخوایم از usually یعنی معمولا استفاده بکنیم. Usually گفتم پس باید قبل از فعل اصلی بیاد. Where do you usually have lunch؟ حالا بریم بقیه رو انجام بدیم. I go to a restaurant near work. من به یه رستورانی near یعنی نزدیک. نزدیک کارم، نزدیک محل کارم میرم. میخوام بگیم often. میخوام بگیم اغلب میرم به یه رستوران. پس often رو گفتم قبل از فعل اصلی به کار میاد. پس میشه I often go to a restaurant near work. بعدی که do you eat at your desk؟ آیا eat یعنی غذا خوردن؟ آیا غذا میخوری at your desk یعنی سر میز کارت، سر میز غذا میخوری؟ ever یعنی تا حالا شده که همچی کاری بکنی؟ پس میشه do you ever یعنی آیا اصلا همچی کاری میکنی؟ do you ever eat at your desk؟ No, I stay in for lunch. یعنی من برای نهار میمونم. یعنی میمونم سر کارم. خب stay یعنی موندن. Hardly ever یعنی به ندرت. یعنی به ندرت پیش میاد که من توی محل کارم بمونم برای نهار. در نتیجه اصلا روی دسکم غذا نمیخورم. No, I hardly ever قبل از فعل اصلی. فعل اصلیمون چیه؟ stay. پس باید قبل اون بیاد. I hardly ever stay in for lunch. And what do you have? Have داشتن ولی معنی خوردن هم هست. What do you have? یعنی چی میخوری؟ Usually. Usually باید قبل از فعل اصلی بیاد. پس فعل اصلی چیه؟ Have. What do you usually have? I have soup or a salad. من یا سوپ میخورم یا یه سالاد. Always. Always باید قبل از فعل اصلی بیاد. فعل اصلی چیه؟ Have. I always have soup or a salad. Me too. منم همینطور. I have a big lunch. Big lunch یعنی نهار بزرگ، نهار مفصل. Never. هرگز نهار مفصل نمیخورم. نهار این ساده است. سوپ و سالاد. پس I never have a big lunch. Have فعل اصلیه و never رو قبلش بیاریم. I never have a big lunch. و برگشتیم به صفحه 61 دوباره. اینجا میگه put the adverbs in the correct places. قیدها رو تو مکان مناسب قرار بدید. Do you have a big breakfast؟ آیا شما صبحانه مفصل میخوری؟ Usually. Usually قید تکراره باید قبل از فعل اصلی. به فعل اصلی چیه؟ Have. پس قبلش اومده. Do you usually have a big breakfast؟ Well, on Sunday خب یک شنبه ها I have a big breakfast with my friends. صبحانه مفصل میخورم با دوستام. Always. Always باید قبل فعل اصلی بیاد. فعل اصلی ما چیه؟ Have. پس میگیستم. On Sunday, I always have a big breakfast. Do you eat breakfast at work on weekdays? آیا صبحانه میخوری محل کارت on weekdays تو روزای کاری؟ Ever. Ever باید قبل از فعل اصلی بیاد. فعل اصلی چیه؟ Eat. پس میشه Do you ever eat breakfast at work on weekdays? Yes, I have breakfast at the office restaurant. بله من صبحانه میخورم تو رستوران محل کارم. Sometimes. Sometimes باید قبل فعل اصلی بیاد. فعل اصلی have. پس yes I sometimes have breakfast. یا میتونیم بگیم sometimes I have breakfast at the office restaurant. Do you eat breakfast at your desk? آیا صبحانه تو روی میزت میخوری؟ میز کارت میخوری؟ Often. Often قبل فعل اصلی. فعل اصلیمون ایته. پس میشه Do you often eat breakfast at your desk? No, I eat breakfast at my desk. بخوام بگیم به ندرت این کار میکنم. اصلا تقریبا پیش نمیاد. پس میگیم که I hardly eat breakfast at my desk. این تقریبا یه وقت همچه کاری نمی کنم. تقریبا هرگزه. بعدی میگه unscramble the sentences. Scramble یعنی به هم ریختهش بکنی. Unscramble یعنی از وضع به هم ریخته درش بیاری و بهشون نظم بدی.
مثلا اولی که به این صورت نوشتیم، اول فاعل آوردیم I، بعد قید تکرار hardly ever، بعد فعلمون have، بعد بقیه جمله before lunch، یعنی به ندرت پیش میاد که من بتونم من برای نهارم گوشت بخورم. When I watch TV I snacks eat never، وقتی دارم تلویزیون نگاه میکنم هرگز سنک نمیخورم. پس اول باید بگیم I، بعد never هرگز، eat snacks هیچ وقت بین این هرگز، سنک یعنی مثلا میان وعده و حله حوله و اینا. بعد when I watch TV eat four eggs، خوردن به اصطلاح تخم مرغ، breakfast sometimes I، میخوام بگیم که گاهی من breakfast بخشید تخم مرغ رو برای صبحانه میخورم. پس I، بعد sometimes، بعد فعل اصلی eat، eggs for breakfast، یا میتونیم sometimes رو اول جمله بیاریم، هر دوش درسته، یعنی گاهی برای صبحانه تخم مرغ میخورم. آخرش میگه خوردن شام with با خانواده معمولا. خب پس میگه اول من، I فاعل، usually قید تکرار معمولا، have میخورم فعل اصلی، have dinner شام with my family. خب این درسم تا اینجا کافیه. توی درسای بعدی میریم صفحات بعدی این کتاب و این درس رو ادامه میدیم. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خب این درسم تا اینجا کافیه. توی درسای بعدی میریم صفحات بعدی این کتاب و این درس رو ادامه میدیم. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه.